سلام، این تنها سلام من نه بلکه سلام همه لیدرهای جوان کشورم هست که به شما تقدیم می کنم. کودکیم با دنیایی از کنجکاوی آغاز شد. شروع اشتیاق زیادی داشتم برای اینکه بدانم جهان چگونه کار می کند. هر شب با کتابی که در زیر بالشتم بود به خواب می رفتم. دیدن مستندهای راجع به تکنولوژی یکی از بزرگترین سرگرمی هایم بود. کیف مکتبم همیشه سنگین بود تا جایی که مادرم می گفت داخل کیفت سنگ گذاشته ای یا کتاب. 6 ساله بودم که برای اولین بار فیلم ربات ها را دیدم. هیچ چیز تا آن زمان به اندازه ربات ها برایم سوال برانگیز نبود. جالب بود بدانم چطور آنها می توانند همانند انسان صحبت کنند و یا راه بروند. چه چیزی آنها در درون خود دارند که باعث می شود مشابه به انسان باشند. و این اولین بار بود در زندگیم که کسی نتوانست به سوالم پاسخ دهد. بعد از مدتی قوه تخیلم رشد کرد و به رویا مبدل شد. میخواستم به مکتب بروم و تا آنجا که ممکن است درس بخوانم تا روزی بتوانم ربات‌های خودم را بسازم. اما به خطرهای رویا پردازی در سرزمینم آگاه نبودم. در سرزمین من دختر نباید کنجکاو باشد بلکه باید خجالتی و آرام باشد. چرا که کنجکاوی یک نوع جرم محسوب می شود. مادرم داستانهای دوران سیاه طالبان را برایم بازگو می کرد. آنها زنان را در خانه نگه می داشتند تا راحت تر کنترلشان کنند و از این طریق آنها آگاهی، تعصب و همه اینها را از بین به آنها منتقل می کردند. همه اینها باعث می شد تا اینها بتوانند از طریق تحت نام اسلام و شرایط تحت نام اسلام و حکومت اسلامی آنها را در تاریکی نگه دارند. افغانستان مکانی است که در آن رخشانه ها سنگسار می شوند، فرخنده ها سوزانده می شوند، بینی ها و گوش ها بریده می شود، ولی هنوز هم روزنه امید وجود دارد. اکنون 37% از دختران کشورم به مکتب می روند. اگرچه با عدم آموزگار، عدم فرصت و حضور طالبان در بعضی از مناطق افغانستان مواجه هستند و آنگاه که فرصتی را در پیش دارند، موانع فرهنگی و تعصبات سد راهشان می شود. از آغاز مشکلات زیادی سد راه تیم ما بود. ما از طریق نهاد DCF و با همکاری استادمان آقای علیرضا مهربان کار خود را شروع کردیم. بسیاری از اقوام من علاقه‌ام را به علم نمی‌دانستند و از من حمایت نمی‌کردند، به خصوص که مکانیک رشته است که اغلب در آن مردها فعالیت دارند. تنها کسی که از من حمایت می‌کرد پدرم بود که در همه جلسات، رقابت‌ها و دیدارها مرا همراهی می‌کرد. آنگاه که فرصت رفتن به آمریکا را دریافت کردیم، بعضی از اعضای تیم ما نتوانستند در آن رقابت ها حضور داشته باشند، چرا که فامیلشان مانع حضورشان در تیم بودند و نمیگذاشتند که آنها در دیدارها اشتراک کنند. وقتی پکیج ربات ما به گمرک افغانستان رسید، آنها نمیدانستند که این قطعات چه هستند و آنگاه که دانستند قطعات برای ساخت ربات است، از دادن آنها به دلیل دختر بودنمان سر باز زدند. سپس با مانع دیگری روبرو شدیم. سفارت آمریکا تقاضای ویزه ما را رد کرد و در اینجا بود که ما دیگر نخواستیم که سکوت کنیم، چرا که ما تنها کشوری بودیم که از گرفتن ویزا محروم شدیم، در حالی که 161 کشور جهان در آن رقابت ها حضور داشتند. داستان تیم ما به گوش میلیون ها بیننده و شبکه های تلویزیونی رسید و این باعث شد تا پتیشن ما توسط 53 کنگرسمن آمریکایی نوشته شود و داستان شجاعت ما برای همیشه در تاریخ کنگرس آمریکا باقی بماند. یک هفته پس از بازگشتم به افغانستان، داعش پدرم را از من گرفت و با
آخرین بار او را وقتی دیدم که از خانه بیرون رفت و دروازه را بست. من خواب بودم که با صدای وحشتناکی از خواب بیدار شدم. مادرم نمازش تمام شده بود و با عجله همراه چادر نمازش از خانه بیرون رفت. خواهرم بی وقفه گریه میکرد و من سعی داشتم تا با پدرم تماس بگیرم، ولی او اولین بار بود که گوشیش را جواب نمیداد. نمیخواستم قبول کنم که پدرم دیگر خانه نمیآید و دیگر نمیتوانم صدای چرخش کلیدش را داخل قفل دروازه خانه بشنوم تا با سرعت به پیشش بروم و تمام اتفاقات روز را با عجله برایش تعریف کنم. ضربه دیگر این بود که همسایه های من فکر میکردن من مسبب این حادثه هستم و شاید اگر در تیم روباتیک نبودم این اتفاق برای پدرم رخ نمیداد. اما من باور دارم که در زندگی هر کودکی یک قهرمان وجود دارد. قهرمان زندگی من پدرم بود. او همیشه به من میگفت تو باید شجاع باشی و فکر میکنم این تنها جمله است که امروز باید من باشم. همه چیز در کودکان با تصور کردن آغاز می شود. بعد از مدتی بزرگ شده و به رویا مبدل می گردد. وقتی رویا شد در واقعیت می خواهند آن را به دست بیاورند. اما کودکان سرزمین جنگ پی می برند که دنیای کودکیشان روی برگه سفید نقاشی نمی تواند رنگی جز سیاهی تیر و سرخی خون داشته باشند. قبول می کنند که شرایط کشورشان باعث شده تا آنان فقط دو رنگ را از یک بسته قلم نقاشی داشته باشند، نه بیشتر. و آنگاه می دانند که رویایشان فقط یک رویا باقی می ماند و نمی توانند آن را به واقعیت مبدل سازند. زمانی که پدری مانع مکتب رفتن دختر کوچکش شد، دخترش با صدای لرزان و چشمانی پر اشک گفت من دکتر نخواهم شد، اما تو روزی مریض می شوی. سیاستمداران ما در تامین امنیت کشورمان ناکام ماندند و اکثر نسل گذشته افغان به تعصباتی که طالبان با آنها آموختند وفادارند. اما نسل و دوران من متفاوت است. اکنون 50% از جامعه افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهد. رهبری باید دست نسل جوان باشد. نسلی که تکنولوژی را سلاحی در مقابل جنگ می‌داند، نه نسلی که دشمنان افغانستان را برادر خطاب می‌کند. هدف ما بنیان اولین مکتب استیم که شامل ساینس، تکنولوژی، انجینری، آرت و مت می شود در افغانستان هست و ما فنریزی مکتب را از آغاز سال 2018 آغاز کردیم تا همه استعدادهای افغانستان کشف شوند و در آنجا با آموزش بپردازند. می خواهم تصورتان را از کشورم تغییر دهم. من و همتیمی هایم از خطرات آب آگاه هستیم، بله، و ما می‌دانیم که کوسه‌های زیادی در کمین ما هستند، ولی ما در جستجوی مرواریدهای اعماق اقیانوس هستیم و می‌خواهیم با شنا در زیر آب آنها را به دست بیاوریم. و اکنون که اولین طعم تحصیل را تجربه کردیم، می‌خواهیم آینده‌ای بهتر برای کشور خود بسازیم. امیدوارم روزی برسد تا کودکان کشورم به جای صدای تیر و تفنگ صدای دلنشین پرنده ها به گوششان برسد.